اینجا ملک آباد در نزدیکی کلان شهر کرج. حالا اونجا آرلک رو میتونی بگیری؟ اینجا کی زندگی میکنه؟ همینجا میخوام این شبا؟ چند بلوک، یک فضای یک در یک خانه ای شده برای شش نفر. چجور زندگی میکنی؟ مواد دیگر مرهمی برای خماریش نیست. داغ آن حالا بر پیشانیش نقش بسته. ساعت با همه سوخته این بار اول نیست، سه باره. بیخ گوشمان، اینجا حاشیه یکی از مناطق همین شهر. تنها اینجا؟ بعضی ها بساطشان را در پستویی پهن می کنند. روزی چقدر مصرف داری؟ روزی 30 تومان. 80. یه نفر اینجا، یه نفر. بعضی ها روبروی چشم کودکان. اینا رو هر روز تو میبینی اینجا، درسته؟ هر روز؟ چند نفر هم معمولا؟ زیاده. دقیقا ببین جلو خونهشون دو نفر دارم مواد میکشن. کودکانی که آینده ایم و پم را در انتظار دارند. وسایل پارک و اینا داریم؟ بازی؟ هیچی نداریم. این موزل امروز و دیروز نیست. مهرجویی حدود 15 سال قبل این گونه آن را به تصویر کشید. بابا علی، علی، علی جان، بابایی. سعید شخصیتی شبیه علی سنتوری دارد. سنی نداری؟ چند سالته؟ 33 سال. زمانی اوضاع و احوالش خوب بود. 3 میلیارد پول باقمه، ولی به خاطر مواد مصرف کردن خانواده‌ام اذیت نکنم، بخوام ناراحتیشون رو نبینم از خونه میزنم بیرون. شغل اکثرشان یک چیز است. خورم زایات جمع میکنم. ده ها مرکز خرید و فروش زایات شده پاتوق خماران زایات جمع کن. معتادان متجاهری که برای تأمین مواد خود به جان و مال کسی رحم نمی کنند. ممکنه بعضی از این اجناسی که میارن سرقتی هم باشن. 100 درصد، 100 درصد. خب تو قشه موتا 100 درصد سارق هم هستی. دنبال چی میگردی بابا؟ کمشون بردم بابا، پا برده برد بری دیگه. دامدار دادش در آمده. پنج دقیقه نیست، این رفتم تبیله برگشتم بیرو فرمون برداشتن سره لاسم بردن رفتم. همین الان بردن. اموال مسروقه کجا می رود؟ در دل همین مراکز جمع آوری زایات. اینجا همه چیز راحت در دست رس است. دستیت دراز کنیم مواد بیرد. این حرف رو امتحان کردم. الان من بخوام مواد بگیرم چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه. اصلا کاری نداشت. یه 20 تومن شیشه میخوام، داری ما بدی؟ بله. همین این تنها گوشه است از سایه روشنهای همین حوالی در بیخ گوشمان. چه کسانی باید برای پایان دادن به این موزل پای کار بیایند و بالاخره کی؟ علیرضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، ملک‌آباد.